سلام به همه دوستای عزیزم. امروز میخوایم کیک مرغ خوشمزه و جذاب و هم به صورت کیک هم به صورت فینگر فودای کوچولو برای مهمونی ها با همدیگه آماده کنیم. لایک فراموش نشه. در ابتدا سینه مرغ رو به همراه پیاز و نمک و فلفل میذارم تا بپزه. سینه مرغ رو به همراه خیارشور و گردوی خرد شده داخل دستگاه می‌ریزم تا کامل با هم دیگه میکس بشه. شما اگر دستگاه ندارید میتونید مرغتون رو خیلی ریز ریشیش کنید یا خرد کنید و خیارشور هم رنده کنید. داخل دستگاه باعث میشه که انسجام مواد بیشتر بشه و بهتر چسبندگی داشته باشن. در نهایت به این صورت درمیاد. مقداری جعفری و 3 تا پیاز چه هم مریض خورد میکنم و به موادم اضافه میکنم. مقدارش دست خودتونه. اگر پیاز چه دوست ندارید میتونید اون رو حذفش کنید. 3 قاشق غذاخوری سس مایونز اضافه میکنم. اگر دوست دارین سستتون بیشتر باشه میتونین بیشتر و اگر دوست دارین رقیق‌تر باشه میتونین با کمی ماستون رو ترکیبش کنید. تمام مواد رو با همدیگه میکس میکنم. برای حالت اول نون توستم و کناره هاشو میگیرم و هر نون رو به 4 قسمت تقسیم میکنم. کناره های نونم داخل دستگاه غذاساز پودر میکنم، برای تزیین احتیاج دارم. هر نون رو به 4 قسمت تقسیم میکنم و برای فینگر فودمون به 3 تا از این قسمت ها احتیاج داریم. روی هر قسمت مواد آماده شده رو میزنم. میتونید در ابتدا کمی سس مایونز بزنید، بعد موادتون رو روی اون بذارید. من از 3 تا نون توست برای این کار استفاده کردم. به وسیله چنگال چوبی یا حلال دندون اونا رو میتونیم با هم دیگه ثابت نگه داریم که تکون نخورن لایه ها و دور تا دور و روی نون ها رو سس مایونز میزنم. نونها رو داخل غذاساز پودر کردم تا به این اندازه در بیاد. هر کدوم از فینگر فودها رو داخل نونها میغلطونیم تا کامل دور تا دور و روی اون نون بگیره و پر بشه. هر قسمتی که باز مونده بوده میتونین با دست نونها رو روش بریزین یا کمی فشار بدین که روی سطح باقی بمونه. به سلیقه خودتون میتونین نونا رو تزیین کنین. میتونین از گوجه کلاسی یا سبزیجات یا هر جوری که خودتون دوست دارید یا به صورت کاملا ساده اونا رو تزیین. برای مدل دوم نونا رو به این صورت برش میزنیم. مثل مدل قبلی روی هر قسمت موادمون رو میزنیم و بعد لایه دوم رو روی اون قرار میدیم. فقط 2 لایه برای این کار کافیه. بعد اطرافش رو سس مایونز میزنم. من از هویج رنده شده برای تزیینش استفاده کردم. میتونین از سبزیجات خرد شده یا جعفری خرد شده هم استفاده کنید که رنگ سبز به اونها میده و زیباتر میشه. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم که لایک کنید و با کامنت های زیباتون منو همراهی کنید. میتونید با دستتون هویج‌ها رو روی سطح فشار بدین تا سر جای خودشون فیکس بشن. برای مدل سوم که به اون کیک مرغ هم میگن، لایه لایه مانند قسمت های قبلی کیکمون رو پر میکنیم. میتونید اون رو به شکل دایره هم در بیارین یا ظرف بزرگی انتخاب کنید و کامل کف اون رو نونای توست قرار بدید و لایه لایه مواد رو روی اون قرار بدین. دیگه به سلیقه خودتون هر جور که دوست دارین میتونین این کیک رو درست کنین و تزیین کنین. باز به وسیله 2 تا خلال دندون اونا رو ثابت نگه میدارم. اطراف کار را سس میزنم و اون کناره های نونی که بریدم و به ارتفاع کیک هم برش میزنم تا همشون یک اندازه و مرتب باشن و دور تا دور کیک هم اونا رو میچینم.
فینگر فودای خوشمزه ما و کیک مرغ ما آماده است. امیدوارم درست کنید توی مهمونیاتون و لذت ببرید. لطفاً اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و اگر هنوز عضو کانالم نشدید دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش هم فعال کنید. ممنونم.